بله، اما خب به خاطر اینکه روی اینترنت بایستی ببینیم خب کمتر میشه. البته خبرها رو که طبیعتاً چون اجرای هر روز است میبینیم و مصاحبه ها رو هم همینطور، اما بخشای دیگر رو کمتر. به برنامه فردایی بهتر که ساخته شده جدیداً هم که دیدید دیگه احتمالاً؟ نه متاسفانه اسمش رو هم نشنیده بودم. چون ما از همیچ برنامه نداریم. خب خوشبخت. عرض کنم خدمتتون که حالا کدوم یکی از برنامه های رسا رو خودتون بیشتر دوست دارید؟ به غیر از رو در رو. آخه اونجا خب شما همه بوتیک و لباس و اینا متنوع هستش. خواهتم باید بیشتر داشت. نه ولی جدا کدوم یکی از برنامه های رسا رو بیشتر دوست دارید؟ خب انتظار داری بگم رو در رو؟ نه من اصلا هیچ انتظاری ندارم خانم بس. راستش صادق باشید با بیننده خانم بس. خب برنامه اخبار رو به خاطر اینکه خودم سعی میکنم اونطور که باید و شاید اجرا کنم خیلی برام حساس‌تر هست. اما اینکه حساسی رو ما نگفتیم. کدوم برنامه بیشتر تو رسا دوست دارید؟ دوست داشتن شاید نمیدونم والا کدوم برنامه. اصلا ندیدن دیگه نمیدونم کدوم برنامه رو بگم. نه اینقدر جزئی نمیتونم بگم که دقیقا کدوم برنامه، اما حداقل میتونم بگم که برنامه رو در رو خوشم میاد به خاطر اینکه کار حساب بکنیم برای سوال. نه اتفاقا از اجرای شما نه، بیشتر از کار و زحمتی که دوستان تدوین میکشن و استفاده های به جایی که از کاراکتر شما میکنن خیلی جذابه و من واقعا لذت میبرم از این برنامه. کاراکتر ما که اصلا این نیست، البته حالا بماند این هم ما در بخش دیگری از برنامه قطعا بهش خواهیم پرداخت. خب خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه رو در رو دادید که خیلی هم علاقه دارید بهش و اگر سخن پایانی هم دارید با بینندگان. خیلی متشکرم از اینکه رسا رو دنبال میکنید و از محبت‌های زیادی که به ما دارید خیلی خیلی سپاسگزاریم. قصور و کمبودها و کاستی‌هایی که در رسا در به ویژه در اجرای من وجود داره به محبت بزرگواری خودتون ببخشید و بگذارید به حساب اینکه این فضای رسانه‌ای فرصتی بوده و امکانی بوده برای اینکه چهره‌های جدید، جوانانی که دوست داشتن و این امکان براشون به وجود اومده که بتونن در خدمت شما باشند، خواستند ادای دین کنن به جنبش سبز ایران. امیدواریم که این ادای دین درست و به جا بوده باشه. متشکرم. خب بریم این کلیپ رو با هم ببینیم تا ما خانم بزپور رو هم بدرقه میکنیم و قطعا حالا خدافظی و اینجور چیزا. پس این کلیپ رو با هم میبینیم و برمیگردیم. من در خدمتون هستم در استودیو. منشور رسا. به نام خدا. در شرایطی که اقتدارگرایان حاکم بر ایران با در اختیار داشتن همه امکانات رسانه‌ای، ایجاد انحصار خبری و سوء استفاده از صدا و سیما تلاش کردند کلیه مجاری اطلاع رسانی را به روی ملت ایران ببندند و جنبش سبز اعتراضی مردم را از پیگیری اهدافش بازدارند، باز کردن راه اطلاع رسانی آزاد به روی مردم ایران یکی از ضرورت‌های این مرحله از جنبش و به مثابه فریضه ملی به شمار می‌رود. از این رو به همت جمعی از همراهان جنبش سبز مردم ایران، شبکه ماهواره اینترنتی به نام شبکه سبز ایران رسا تأسیس شده است. ماهیت شبکه. رسا شبکه‌ای است که به زبان فارسی و در صورت لزوم به زبان‌های دیگر برای ایرانیان راه‌اندازی شده و به انعکاس و پخش اخبار، تحلیل، گزارش و برنامه‌های فرهنگی، هنری، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌پردازد. استقلال سیاسی و مالی شبکه. رسا مؤسسه است غیر انتفاعی و مستقل از احزاب، سازمان‌ها و نهادهای سیاسی دولتی و غیر دولتی که به دلیل خفقان موجود در کشور خارج از ایران ثبت شده و در چهارچوب اصول مطرح شده در این منشور فعالیت می‌کند. منابع مالی این شبکه تنها از طریق کمک‌های مردمی و تبلیغات خواهد بود و از هیچ دولت و یا سازمان دولتی خارجی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم
مطلقاً کمکی دریافت نخواهد کرد. اصول کلی و خط مشی دهگانه شبکه. 1. کرامت انسانی، عدالت، آزادی و حقوق بشر. رعایت عدالت در تمامی ابعاد آن، حفظ کرامت انسان‌ها و پایبندی به موازین حقوق بشر از اصول بنیادین است. این شبکه مخالف هر گونه تبعیض جنسیتی، قومیتی، دینی، مذهبی و نژادی است و برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران تلاش می‌کند. ایران متعلق به همه ایرانیان است و تمامی افراد در برابر قانون برابر و از حقوق مساوی برخوردارند. 2. اسلام رحمانی و اخلاق. رسا اسلام رحمانی را متضمن ارتقای اخلاق نزد حاکمان و شهروندان دانسته و خود را مروج اسلامی می‌داند که عدالت شاکل آن است. خردورزی را پاس می‌دارد، مقتضیات زمان و مکان را نیک می‌شناسد، با مردم سالاری و حقوق بشر منافاتی ندارد و مخالف هر گونه حقوق ویژه برای اشخاص و اقشار خاص در سطح جامعه و حاکمیت است. رسا حفظ موازین اخلاقی را در تمامی فعالیت‌های خود الزامی می‌داند و رسیدن به اهداف خود را تنها از طرق مجاز اخلاقی دنبال می‌کند. 3. حق تعیین سرنوشت و مردم سالاری. رأی و خواست مردم منشأ مشروعیت قدرت سیاسی است و خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خیش حاکم ساخته است و هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاص قرار دهد. رسا حق تعیین سرنوشت مردم به دست خیش را پیگیری میکند و حق انتخابات آزاد را که از خواستهای اصیل جنبش سبز مردم ایران است، از اولویت‌های خود دانسته و از آن دفاع می‌کند و مخالف محدود کردن انتخابات آزاد تحت عنوان نظارت استصوابی و عناوین دیگر است. رسا تکیه بر خرد جمعی را راه بهینه اداره جامعه می‌داند. 4. تمامیت ارضی و وحدت ملی. رسا بر پایه دفاع از تمامیت ارضی و وحدت ملی و ارتقای شأن و جایگاه کشور در عرصه بین المللی عمل می کند و در عین دفاع از خواسته های به حق اقوام ایرانی با هر گونه جریان جدایی طلبی مخالف است. 5. استفاده از روش های مسالمت آمیز و مدنی. رسا با تکیه بر منشور جنبش سبز تنها راه عملی و مطلوب تغییر وضع کشور و نیل به مردم سالاری و آزادی را روش‌های مسالمت آمیز و مدنی می‌داند. 6. حاکمیت قانون. راه اداره، ترقی و توسعه کشور، حاکمیت قانون در تمامی ابعاد و جوانب برای افراد، گروه‌ها و نهادها و حکومت است. این راهبردی اساسی برای نیل به مردم سالاری حقیقی و پایدار می باشد. رسا عدالت و آزادی را اصول جدایی ناپذیر از حاکمیت قانون دانسته و با هر گونه استفاده ابزاری از قانون مخالف است. قانون نباید وسیله اعمال سلیقه، خشونت ورزی و نقض حقوق بنیادین شهروندان گردد. 7. قرائت دموکراتیک از قانون اساسی و آرمان‌های انقلاب اسلامی. رسا اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر پایه قرائت دموکراتیک و حقوق بشر را در جهت احیای آرمان‌های اصیل انقلاب، یعنی استقلال، آزادی، عدالت و اسلام رحمانی و نیز توسعه را مبنای فعالیت خود شمرده، طرح بحث اصلاح قانون اساسی و ساختار سیاسی را در یک فرایند مذاکره و گفتگوی ملی با مشارکت همه اقشار اجتماعی را وظیفه خود می‌داند. 8. جریان آزاد اخبار و اطلاعات. رسا به جریان آزاد اخبار و اطلاعات باور دارد.
آزادی بیان و رسانه ها، اهم از صوتی، تصویری، مجازی و کاغذی، حق شهروندان است. رسا شفافیت در عرصه اطلاع رسانی و رفتار حاکمیت در زمینه های مختلف را مطالبه ملی دانسته و تلاش میکند تا حاکمیت را در برابر تصمیمات و اعمال خود پاسخگو کند. نو پذیرش تنوع و تکثر آرا و مخالفت با انحصار طلبی. رسا مدافع تنوع، تکثر و تضارب آرا بوده و مخالف هر گونه انحصار طلبی است. رسا در حالی که سعی می کند اخبار و دیدگاه های جنبش سبز مردم ایران را پوشش دهد، تلاش می کند که از دیدگاه ها و جریان های فکری مختلف که معتقد به استفاده از روش های اخلاقی، مسالمت آمیز، مدنی و دموکراتیک برای ایجاد تغییرات در کشور هستند، استفاده کنند. رسا تنوع فرهنگی و قومیتی را نقطه قوت ملت بزرگ ایران تلقی می کند. احترام به حقوق رقبا و مخالفان و حق پاسخگویی برای افراد از اصول اخلاقی و حرفه‌ای این رسانه است. رسا دیدگاه افراد و گروه‌هایی که معتقد به مشی اصلاح طلبانه یا جدایی طلبانه هستند یا تغییرات را از راهی جز استقلال ایران دنبال می‌کنند، ترویج نمی‌کند و از انعکاس دیدگاه‌های مبتنی بر ادبیات خشن و توهین‌آمیز خودداری می‌نماید. ده فرهنگ گفتگو. یکی از اهداف رسا گسترش فرهنگ گفتگو بین اقشار مختلف جامعه می باشد. گسترش گفتگو در حوزه عمومی می تواند به ارتقای سطح آگاهی عمومی و جریان آزاد اطلاعات کمک کند و همچنین زمینه لازم را جهت مشارکت مؤثر احزاب، تشکلها و نهادهای مدنی و صنفی، روشنفکران، اقشار و فعالان سیاسی، اجتماعی و آحاد شهروندان فراهم آورد. رسا بر بازتاب مطالبات و نیازهای اقشار و صنوف با درآمد کم مانند معلمان، کارگران و کشاورزان توجه ویژه خواهد داشت. در این بخش ما یک برنامه ویژه رو آماده کردیم از نقطه نظرات و در اصل نقدهای بسیاری از عوامل مختلف که خیلی هم جذاب هستش و دعوت میکنم ازتون که این برنامه رو با هم ببینیم. ببینیم از نظر مالی من باید یه توضیحی رو در اینجا بدم و اون که ما میخواییم یه سرمایه گذاری بکنیم، یه زمینی داریم، زمین سرزمین ما، یه زمینی داریم که قراره توش یه دونهی بکاریم. مهندس موسوی حرفی زد درباره تلویزیون سبز و این حرف حرف مهمیه و گفته بود که ما این تلویزیون رو برای این جنبش نمیخوایم، ما این تلویزیون رو برای آینده ایران میخواییم.